سلام به همگی خوش آمدید در یک ویدیو دیگه در دی ویدیو تو میخوایم یک آپدیت جدید یک آپدیت داغ یک آپدیت مهم از مارکت و بعضی آدکن ها رو برایتان بدیم که شما نیاز دارین ازش با خبر باشین اگر شما یک سرمایه گذار ارزی دیجیتال هستین و یک آپدیت مهم از بعضی آدکن ها از جمله سولانا دوج کوین شیبا و مهمتر از همه ارزهای خوب برای خرید الان در این وضعیت فعلی مارکت این ویدیو یوتیوب تحت هیچ عنوان از دست ندین بیت کوین هم یک ریکاوری کوچیک زده اما قبل از شروع ویدیو لازم نیست یادآوری کنیم که همه تان بیرین پایین ویدیو کمی لایک کلیک کنین با لایک های کانال حمایت هم کنین جدید در کانال کانال هم سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش روی آل قرار بدین تا ویدیوهای جدید از دست ندین بیت کوین 36400 دلار حدودا 9 درصد رشد در 24 ساعت گذشته ایتریوم 2400 دلار حدودا 10 درصد رشد در 24 ساعت گذشته دارایی کل مارکت هم 1.64 تریلیون دلار حدودا 8 درصد افزایش در همین 24 ساعت گذشته دامیناس بیت کوین افزایش یافت 42 درصد ایتریوم 17.6 درصد بعض بعضی یک اگریکاوری کوچیک زده در همین 24 4 ساعت گذشته بعد از اینکه بیت کوین برگشت روی سی و شیش هزار دلار اما بعضی آلکوین ها واقعا آماده رشد هستن به مزی که بیت کوین یک ریکاورری کوچیک میزنه آلکوین ها هم همزمان با بیت کوین حرکت کنه از جمله اولنج 64 دلار نزدیک 15 درصد رشد در 24 ساعت گذشته و ای پوینتر کاسمو 35 دلار بیش از 15 درصد رشد در 24 ساعت گذشته و ای پوینتر شما این فانتوم رو ببینید در این وضعیت فعلی مارکت دو دلار و سی و شیش سن نزدیک 22 درصد رشد در این وضعیت فعلی مارکت فانتوم واقعا آماده این انفجار هسته خب میریم داخل مارکت الان سولانا ارزی هست داخل مارکت که بیشترین استیک را داره از نگاه مارکت کپ به ارزش 36 میلیارد دلار از ارزهای سولانا استیک شده قفل شده بعدش کاردانا هسته 24.4 میلیارد دلار در این چند وقت گذشته ارزش سولانا خیلی رفته پایین الان سولانا روی 91 دلار هسته تا 80 دلار هم فکر کنم رفت پایین دلیل این که چرا در این چند وقت گذشته ارزش سولانا قدر زیاد رفته پایین شما میدانید که در این چند وقت گذشته شبکه سولانا چند بار از دسترس خارج شد دچار مشکل شد و الان یک مقدار فاد دور سولانا پخش کرده بعضی از تحلیلگران بیت کوین به این نظر هسته که سولانا کامل غیر متمرکز نیست مثل ایتیریوم مثل کاردانا یک جورایی متمرکز است یعنی توسط چند تا شخص مستقیم داره مدیریت میشه اگر همی کندی یا مشکل شبکه سولانا باز ادامه پیدا کنه تکرار بشه در بلند مدت میتونه خیلی بد تمام بشه برای سولانا و چند بار تکرار شد الان ما نتیجه شیره دیدیم ببینیم که مهندسان سولانا کدام رای حل برای عزیب پیدا مونه یا نه اما سولانا از نگاه سرعت کار واقعا بی نظیر است و همچنین دستموز شبکهش خیلی پایین هست با اینکه حجم معاملات NFT تقریبا مثل سابق هست روی مرکز معاملات NFT سولانا دیفایش هم خوب است اما شبکه چند بار دچار مشکل شده اگر اونایی که روی ارز سولانا سرمایه گذاری کرده این را نظر داشته باشین من خودم یک از سرسخت طرفدار سرمایه گذار سولانا هستم هیچ چیزی که در ماشو صحبت کردم هیچ تغییری روی برنامه سرمایه گذاری من نمیاره ولی من فقط خواستم برای شما اطلاع رسانی کنم که شما مطلع باشین ازش یکی از دلایلی که چرا مارکت این مقدار خوب شده بیت کوین الان روی ش هزار دلار هستن دیشب مکدونالز یک تویتی زدن و در توییت نوشتن که ملت شما در چه حال هستین حال شما چطور هسته بعدش گفتن که کیا فعال ارز دیجیتال در توییتر هسته یعنی فعالان ارز دیجیتال در توییتر کیا فعالان ارز دیجیتال هستن بعدش جاوگ <applause> اینجا گفته که یکی از تحلیلگران محترم ارزهای دیجیتال هست گفته اگر مکدونالز بیت کوین در بالانسش خود اضافه کنه یعنی ما با بیت کوین بتونیم مواد خوراکه غذای غذاهای مکدونالز خرید کنیم میتونه خیلی کول cool باشه خیلی جالب باشه یک جورایی ایتیویتی مرموز مکدونالز کمی امید برای سرمایه گذاران ارز دیجیتال داد در این وضعیت فعلی مارکت که بیت کوین تا 33 هزار دلار رفت پایین حالا اه مکدونالز که 100 درصد یک روزی از ارزهای دیجیتال در پرداخت پذیرایی مونه ولی سوال مهمی هست چی وقت دیگه اینجا دیده میشه که مکدونالدز کدام برنامه‌ای داره برای ارزهای دیجیتال با اینکه چند وقت گذشته وارد دنیای نفتی شد نفتی های خود را داد بیرون گوگل در حال راه یک آزمایشگاه بلاکچینی برای تیم خود هسته خبر جالب هسته گوگل امروز بزرگترین کمپانی تکنولوژی دنیا در حال راندازی یک آزمایشگاه برای اعضای از تیم خود در دنیای بلاک چین هستن و چند روز قبل هم گوگل اعلان کردن که اونا میخواه به زودی کارت دیجیتال راندازی کنه جایی که مردم به ارزهای ارسای دیجیتال خود را ذخیره نگهداری کنه و همچنین برای مردم امکان از بده که با ارسای دیجیتال در دنیای کامرس در دنیای آنلاین به کدام چیزی خرید کنه امسال سال ارزهای سال دیجیتال هسته از نگاه ادغام بخشیدن از نگاه توسعه و پیشرفت ولی امسال میتونه خیلی یک سال پرنوسان هم باشه برای مارکت اوپرار دیگه همه شما میشناسین به خصوص اونایی که ایران هستین البته این خبر کدام منبع خبری انگلیسی پخش نکردن از ما در یک وبسایت خبری سویدنی خوندم اوپرا الان کامل وارد دنیای ارزهای دیجیتال شدم یعنی نمونه براوزر کامپیوتر برای برام نشون میده و اینم هم نمونه براوزر تلفن را از این بعد ما داخل امی براوزر اپرا میتونیم دسترسی کامل به تمام شاخه های ارز دیجیتال پیدا کنیم مثلا NFT، دیفای، کوین مارکت کپ، اوپن سیا و صرافی متمرکز غیر متمرکز این نمونه تلفن نمونه کامپیوتر نمونه تلفنش یقینا خبر جالب است همه در حال ورود شدن به این صنعت است و شما اینجا ببینید یک از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری در آمریکا بلاک را که 9.5 تریلیون دلار پول زیر مدیریت خود داره با تازگی یک فایل یک درخواست ETF ارزهای دیجیتال ده نزد اسیسی نزد دادگاه آمریکا فرستاده یعنی اینکه اینا میخواد برای مشتریان خود ارائه سرمایه گذاری روی تکنولوژی بلاکچین و ارزهای دیجیتال از طریق ETF را بده یعنی ETF بعضی ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بلاکچین اونجا را اندازه کنی که مشتریان بلاک راک بتوانه از طریق ETF روی ارزهای دیجیتال تکنولوژی بلاکچین سرمایه گذاری کنه بعدش ای سمت دیگه ایلون ماسک به تازگی در یک تویت امروز گفته که من میتونم یک غذای یک از هپی میل مکدونالدز سفارش بدم و نوشیجان کنم پیش تلویزیون اگر مکدونالز دوچ کوین در پرداخت بپذیره یعنی از ما میتونم با دوچکوین کوین این ای هپی میل خریداری کنم تا اینجا ای مکدونالدز کدام عکس عمل نشان نداد البته تویت اموال فقط چند ساعت قبل است نظر شما چیه آیا بزودی ما میتونیم با دوچکوین کوین هپی میل خرید کنیم یا نه در کامنت برای ما بنویسین و تازگی یکی از دو تا از نهنگ های بزرگی اتریوم دو تا تراکنش سنگین داشته بین همین دو تا 8 ساعت گذشته 3.6 تریلیون 3.6 تریلیون از کوین شیوار خریداری کرده ورزش 73.4 میلیون دلار الان شیبا ارزی است که بیشترین ترید را داشته در بین هزار تا نهنگ بزرگ ایتریوم شیبا ارزی بوده که بیشترین ترید را داشته در 24 ساعت گذشته اگر ایسکیل دیگه همه شما میشناسین یکی از بانک های بزرگ آمریکایی که ای پر... البته اینا سر ارائه ای سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال برای مشتریان خود از طریق پریمیوم میده که تا اینجا روی یک از ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده و مشتریان گریسکل میتونه با سرمایه روی پریمیوم اینا روی ای ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنه تا اینجا گری اسکیل 3.6 میلیارد دلار روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده که لیست شما اینجا میبینیم مثلا بیت کوین بیت کوین کش مانا ایتریوم بعض بعضی دیگه اما من میخوایم در مورد عزی برتون صحبت کنم الان گریسکیل در حال بررسی بعضی ارزهای های دیجیتال دیگه هسته که میخواید در لیست پریمیوم خود برای مشتریان خود اضافه کنه چرا ما خواستم برتان در اشتراک بگذارم چون گریسکیل یک بانکی بزرگ است تا حالا 3.6 میلیارد بیلیون دلار روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده و وقتی اونا ارائه سرمایه گذاری بعضی ارزهای دیجیتال برای مشتریان خود میده خب باید های اطمینانی باشه باید هم جا باشه چون اونا به شکل متمرکز ارائه سرمایه گذاری میده به شکل غیر متمرکز نیستن یعنی لیست از ارزهای دیجیتال هسته که فعلا گری در حال بررسیش هست در حال بررسیش هستن برای اضافه کردن روی پریمیوم های خود برای مشتریان خود ارزهای خوب مارکت را انتخاب کرده بعضی ارسایش برای من آشنا هستم برای بسیار نی مثلا ون اینچ، الگوراند، اولانچ، آروی، اکس اینفینیتی و ای پاینتر مثلا کاسموس، ایلران، اینجن کوین، کاسموس، فانتوم، گالا، هیلیوم و این طرف پالیگان ماتیک، پولکادوت، اوسیس نتورک، مونیرا مونیرا را اضافه کنه جالب میشه چون مونیرا حالا لازم نیست وارد جزئیاتش یک جورایی داستان خیلی زیاد داره بعدش گرفت تزوس اینا خبر خوب برای آلکن ها هستن و همچنین دیگه همه آلکن ها رو نمیخوای اضافه کنه ولی در حال بررسی آلکن ها هست دیگه یعنی ای هست که شما میتونید برین بررسی کنین و اگر هر یک کدام از اینا گریسکی اضافه کنه شما اینجا میتونین تو حساب کنید که اینا ارزهایی هستن که تا چندین چندین سال دیگه داخل این صنعت ارزهای دیجیتال هستن چون اونا دیگه باید تمون بررسی کامل انجام بده و بعدش ارائه سرمایهگذاری گذاری برای مشتریان خود بده مسئولیت خیلی بزرگ اونجا داره دیگه اینی بود از ویدیو امروز امیدوارم ویدیو بر شما از آن مفید بوده باشه حتما من در اینستاگرام فالو کنید نام اینستاگرام دقم نام یوتیوب مشتاق کاپیتال هسته لینک گروه سرمایه گذاری بچه ها در کامنت هستن اگر شما هنوز عضو گروه من نشدین براتون پیشنهاد میدم اگر میتونین بیاین عضو گروه بشین فرصت های خوب پول بده در حال حاضر بخصوص از طریق NFT از دست ندین الان پول توجه سمت NFT هستن مارکت خراب هستن و همچنین ارز خوب برای خرید موقع خوب برای خرید سیگنال خرید و فروش خودم پورتفولیو آموزش متا... آموزش خرید متاورس آیسی آی سی آر و خیلی موضوعات دیگه لینک در کامنت هست اگر میتوانید بیاین عضو بشین در غیر از منتظر همه تان در ویدیوی فردا هستم تا ویدیو بعد خدا نگهدار